بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نسین انه خیر و ناصر و معین اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم سلام از کنم خدمت یک و یک شما بینندگان و سروران گرامی همراهان نازنین شبکه هادی تیوی و بسیار خورسند هستیم که خداوند متعال باز توفیق نصیب ما گردانی تا در خدمت شما از باشیم با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده و چون امروز مصادف شده با پنجا و پنجمین سالگرد شهید علامه سید اسماعیل بلخی پیش برنامه ترتیب داده شده و در محضر سرور عزیزمان هستیم حجت الاسلام و المسلمین آجای فسیحی غزنوی و انشاءالله در مورد زندگی نامه و نگاهی به زندگی و مبارزات علامه شهید سید اسماعیل بلخی شلا خواهیم پرداخت سلام استاد بسیار خوش آمدید سلام علیکم و رحمت الله متشکرم در خدمت خوش خیلی خوش آمدید استاد سلامت بشین خوربان شما اما تو که اعلام کردیم خدمت عزیزان بیننده امروز ما سالگیره شهید بلخی است و دعوت کردیم از شما بزرگوار مهربانی کردید و تشریف آوردید و میخوایم برای ما و بینندگان ما در مورد زندگی نامه و شیوه های مبارزه بزرگ مرد برایمان برای ما مطالب بره بفهمیم عوض بالله سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی و و الله علی سیدنا و محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین سالگرد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی را خدمت علاقمندان مریدان و به خصوص خانواده آن شهید بزرگوار تسلیه درز میکنم همان گونه که اشاره فرمودید امروز سالگشت یعنی پنجا و سالگرد شهادت شهید بلخی هست بلخی یکی از چهره های روحانی مبارز بنیانگذار جنبش اسلامی در افغانستان هست در بخش تشیع ایشان به اتفاق نظر شخصیت های علمی و پژوهشگران یکی از شخصیت های مبارزی است که بنیانگذار جنبش اسلامی تشیع در افغانستان هست نجا. حالا قبل از او را ما کار نداریم که شخصیت های برجسه دیگری هم بودن اما نه. گاهن در قالب منشی دربار و کارهای از این قبیل از همانند کاتب هزاره که منشی عبدالرحمن بود در البته ایشان های زیادی کرده اما چهره ای که حقیقتا به عنوان یک روحانی و یک شیعه پرچم مبارزه را برداشت شهید علامه بلخی بود خب اگر مروری بکنیم در زندگی نامه این شهید بزرگوار گرچه که درباره ایشان کتاب ها، مقالات، کنگره ها و کنفرانس های زیادی در طول این چند سال جهاد و مبارزه از سوی احزاب و گروه ها برپا شده و برگزار شده است قطعاً عزیزانی که علاقه باشند مبارزات شهید بلخی را مطالعه بکنند و از مبارزات ایشان درس بگیرند. مراجعه بکنن به کتاب هایی که درباره ایشان و خصوصا اشعاری که از ایشان به مانده دیوان شعری که از ایشان به مانده حتما مفید واقع خواهد شد و عزیزان این کتاب ها و دیوان شعر ایشان را باید مطالعه بکنن اما به صورت فشرده و مختصر شهید بلخی در سال 1299 به یک روایتی به روایت دیگر سال 1295 در قریه سرپولی بلخاب ایشان به دنیا آمد پدر ایشان سید محمد حسین که اونم یکی از علمای اون زمان بوده که درس علمی و دینی را پیش علمای آن زمان ایشان اون چی که معمول بوده ایشان درس خونده است و در حقیقت شهید بلخی در یک خانواده سید روحانی به دنیا آمده است یکی از شخصیت های دیگر اون زمان که هم روحانی بوده و و هم مبارز و سیاستمدار بوده ایشان تحصیلات خود را در نجف اشرف به پایان رسانده بوده مامای ایشان که معروف هست به سید شمشیری ایشان مامای شهید است که یکی از شعره های بسیار مبارز چه عالم آگاه علمی. هم به مسائل دینی و علمی و هم به مسائل سیاسی آگاهی و اشراف کامل داشته ایشان شهید بلخی دو ساله بوده است که مادر بزرگوار خود را از دست می دهد و یتیم می شود یعنی دو ساله به جای می ماند و مادر را از دست می دهد این مسئله یک مقدار تأثیری بر خانواده شهید بلخی و پدر بزرگوار ایشان می گذارد. تصمیم می گرد که از بلخاب مهاجرت بکند کوچ کند که در سن شش سالگی ایشان بلخاب را به قصد دری سمت شمال که یکی از مناطق نشین هست به اون سمت ترک می کند و از اونجا به سمت مشهد مقدس یعنی در سن شش سالگی ایشان از افغانستان کوچ می کند و مهاجر می شود به همراه خانواده و همراه پدر ده. و برخی از نزدیکان دیگری هم که داشتن کل خانواده شهید بلخی از اونجا حرکت می کنند. از بلخاب به دریسوف مدتی مدت کوتاهی در دریسوف میماند و بعد به سمت مشهد مقدس حرکت می کند که البته در اینجا دو روایت و دو قول هست بعضی میگه از رای بخارا آمدن به مشهد وارد شدن برخی میگن از همون رای معمولی مثل قندهار و هرات و مرز به اصطلاح اسلام قلعه وارد مشهد مقدس میشود مدت ده سال ایشان در حوزه علمیه مشهد مقدس تحصیل میکند پیش علما و شخصیت هایی که در اون زمان وجود داشتند و بسیار آدم با استعداد و آدم شجاع که از همان آوان جوانی ایشان مشغول هم تحصیل و هم سخندانی و اشعاری را هم از همون زمان ایشان می سروده است. شهید بلخی در سال 1314 که عین تحصیلات ایشان بوده و غرور جوانی ایشان در حادثه و قیام گوهرشاد به قول شرکت داشته عجب. در هر صورت بعد از قیام گوهرشاد یک مقدار فشار دولت بر علما زیادتر می شود و ایشان مشهد را به خسته حرات ترک می کند تقریبا سنشان سن نشانداری... در حالا ایام جوانی ایشان بوده شاید نزدیک بیست سال و اینا بیشتر نبوده در اون زمان هم. که در حادثه گوهرشاد به روایت ایشان شرکت داشته و در عین حال با فشار دولت به اجبار از مشهد مقدس به سمت هرات هجرت می کند و برمیگردد به افغانستان تا سال 1315 در هرات مشغول تحصیل می شود ادامه تحصیلاتش را در شهر هرات که اون زمان هم مرکز علمی در هرات بوده و ایشان تحصیلاتش را در اونجا ادامه مده در کنار تحصیلات مشغول سخندانی هدایت و ارشاد مردم میشه که کم کم در بین مردم جا باز میکنن به دلیل اینکه هم ایشان صدای بسیار زیبایی داشته است صدای غرایی داشته است و هم از لحاظ علمی و سخنرانی و بیان بیان بسیار شیرین و گیرایی داشته است لذا تعداد زیادی از مردم هرات خصوصا جوانها مجذوب ایشان می شود به گونه ای که ایشان بالاخره در شهر هرات یک موقعیت بزرگ اجتماعی پیدا می کند تعدادی از مردم به دنبال ایشان در سخنرانی ها برخلاف سخنرانی های معمولی آن زمان کمتر به مسائل احکام و مسائل دینی می است بیشتر مسائل سیاسی مسائل اجتماعی معضلات اجتماعی مشکلات مردم را مطرح می است کسی بوده که درد دین داشته دیگه هم درد دین داشته امه. و هم درد مردم داشته, داشته. بسیار علی. یعنی در اون زمان مسئله استبداد داخلی ستمگری حاکمان وقت بسیار مهم بوده امه. لذا شهید بلخی در سخنرانی های خود بیشتر روی این مسائل مم. مسائل سیاسی داشت. و اجتماعی تکیه کرد بسیار عالی استاد محترم تشکر میکنیم از نظر شما رسیدیم به زمان میان برنامه و انشالله یک وقفه داشته باشیم به اتفاق شما و بینندگان عزیز سر میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود سلام مجدد از میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی همراهان خوب و نازنین برنامه به وقت بیداری در خدمت شما از آن هستیم با کارشناس محترمان حجت الاسلام در جای فسیحی غزنوی با موضوع نگاهی به زندگی و مبارزات علامه شهید سید اسماعیل بلخی استاد استفاده میکنم در ادامه بسید همانونه که شد شهید بلخی واقعا از یک استعداد عجیبی برخوردار بوده است وقتی از مشهد بعد از تحصیلات ده ساله وارد حرات, حرات میشه در کنار درس و بحثی که اونجا مشغول میشه ایشان علاوه بر سخنرانی دست به قلم هم بوده علاوه بر سخنرانی و مشغول به تحصیل ایشان سروده های زیادی اشعار زیادی را سروده است دو تا کتاب در حرات ایشان مشغول نوشتن کرده. بوده یکی فلسفت الاحکام فی نصرت الاسلام اه. ببینید خود این نام این کتاب نشان میده که در رابطه با پیروزی و نصرت اسلام کتابی را نوشته که متاسفانه این چاپ نشده و در اختیار مردم قرار نگرفته اینکه سرنوشت این کتاب ها کجا شده واقعا هنوز هم, هم معلوماتی برای نیست کتاب دیگر که شاید بیشتر اشعار شهید بلخی در آن درد شده باشد زنبیلی بلخی عم. کتاب تحت عنوان و نامی زنبیلی بلخی ایشان می نویسد خب یک تعداد زیادی را مجذوب خود میسازد و مورد توجه جامعه اون زمان هرات قرار میگیره خصوصا نسل جوان ایشان باز هم دغدغه کامل شدن تحصیلات خود را داشته که در سال 1316 هجری شمسی ایشان جهت تکمیل درسهای خودش وارد نجف اشرف می شود از حرات دوباره هجرت میکند، هجرتی تحصیلی وارد نجف اشرف میشود و اونجا مدتی را در نجف اشرف میماند، مدتی اندکی را در نجف اشرف، اینکه چرا ایشان دوباره خیلی زود از نجف اشرف برمیگردند به افغانستان، اینم جای سوال هست آیا جا برایش باز نشده در اونجا یا اینکه خوشش نیامده است از وضعیت اون زمان، در هر صورت چون ایشان روح ناآرامی داشته است یک انسان مبارزی بوده و در غرور جوانی و در سنی که ایشان مبارزه را شروع کرده است لذا در نجف اشرف بسیار مدت کوتاهی میماند و برمیگردد به حراد این بار که در حراد برمیگردد در سال 1317 ابتدا می رود به زادگاه خودش بلخاب در بلخاب مسافرت می کند اقوام و بستگان خود را می بیند متاسفانه اقوام و بستگان چون زمین هایی که اینا داشتن اون زمین ها را در غیاب پدر ایشان زمین ها را تصاحب کرده بود عجب. اقوام نزدیک ایشان روی خوشی به خانواده بلخی و شهید بلخی نشان نمیده, نشان نمید. ایشان برمیگردد از بلخا به سمت شمال برمیگردد به هرات و در سال 1319 ایشان در هرات ازدواج می کند که نتیجه این ازدواج تعداد دختر و پسر که یکی از فرزندان ایشان که استاد دانشگاهی کابل بوده اونم در زمان خودش به شهادت می رسه که یکی از شهدای بسیار گرانقدر جامعه تشیع برای اسلام و مسلمین هستن بسیار خداوند رحمت کنه انشاءالله همه شهدا و همه علمایی که عامل بودن استاد عنوانی که بزرگوار یاد میشه علامه است علامه شهید خب و او تصوری که مخاطب از علامه داره شاید هم بحث سن سال هست و هم درجات علمی که یک نفر میتونه بپیمایه این درجات علمی ایشان همینطور ادامه تحصیل دادن وقتی که با پس آمدن به هرات و کسی که خب بحث مبارزه میشه شد این احساس به مخاطبین انتقال پیدا میکنه که خب شاید زیاد وقت درس و بحث و مسائل علمی رو نداشته باشه و بیشتر به مسائل سیاسی میپردازن خدمت شما ارز کنم که مسئله علامه واقعیتش اینه که علامه به کسی گفته میشه که واقعا مدارج علمی را تایی کرده باشد مثل علامه جعفری علامه تبا تبایی نه نه. که در یک سطح بالای از علم چی در تفسیر چی در سهر. فلسفه و چی در فقه و اصول داشته باشه نه. اما شما حتما در جریان هستید که در کشورهای همانند پاکستان و افغانستان به کسانی که بیشتر مورد توجه مردم باشد جایگاهی داشتن بین جایگاهی مردمی پیدا بکند و از لحاظ علمی هم مورد قبول مردم باشد به با اون علامه میگوید نه به اون علامه مصطلحی که منظور صحیح. نظر شما هست علامه گفتم شاید به ذهن آره شهید بلخی هم واقعا همان گونه که عرض کردم در افغانستان در اون زمان یک روحانی خصوصا در خود افغانستان که دست, قلم دست به قلم بشود و کتابی بنویسد و یا یک عالم سروده داشته باشد اشعار انقلابی، اشعار مذهبی، اشعار هماسی داشته باشد بسیار اندک بوده و شاید سراغ نداشته باشد کم ایشان اصلا برخلاف معمول بقیه علما از همون آغاز واقعا اعجوبه بوده لذا معروف شده است به علامه, علامه, شهید بلخی خب این خلاصه ای از زندگانی ایشان که عرض کردم تا از ابتدای تولد تا سال 1319 که ایشان ازدواج, ازدواج میکنه و نتیجهش هم تعداد دختر و پسر آه. که دو تا از دختران ایشان خصوصا یکی از دختران ایشان در همین سالهای اخیر از زمان دولت آقای کرزی تا به امروز به عنوان عضو مجلس سنای افغانستان در افغانستان حضور فعال داشتن و در دوران مهاجرت هم ایشان به عنوان یکی از خانم های فعال در سطح جامعه حضور داشتند. یکی از دختران دختری بزرگ ایشان مرحوم خدیجه بلخی که سالها در رادیو برونمرزی مشهد برنامه اجرا میکردن و فعال بودن یعنی فعال فرهنگی بودن بسیار هلو استاد محترم خب قسمت اول برنامه و عنوان محبت کردید و توضیحاتی داده شد در مورد زندگی نامه بزرگوار خب قسمت دوم که بحث مبارزاتشان هست شاید کمی مبهم باشه برای بعضی ها شاید جوانهای امروزی که این مبارزات طرف مبارزه کی بوده شیوه های مبارزه بوده اگر محبت کنید در این مورد توضیح بفرمایید خب همون گونه که عرض کردم ایشان در حرات سخنرانی های ایشان متفاوت از سخنرانی های بقیه علما بوده منبرهایی که ایشان میرفته بیشتر منبرهای اجتماعی و مازلات اجتماعی را مطرح میکرده می خصوصا روی عدالت اجتماعی تبعیض های ناروا که در اون زمان حاکمان وقت علیه قشری از جامعه و خیلی سریع بگویم علیه شیعیان افغانستان یک تبعیزی را روا داشته بودند در انزوا و در حاشیه قرار داده بودند شهید بلخی به شدت با این تبعیضها ها مبارزه نبود آغاز مبارزه ایشون از حرات شروع می شود در سخنرانی ها بیشتر علیه دولت موزه گیری دارد و معضلات اجتماعی را به خوبی بیان میکند و مردم را بیدار میسازد به گونه که تعداد زیادی از انقلابیون در هرات در همون زمان نقش انقلابی پیدا میکنن و دور شهید بلخی را میگیرن انگیزه پیدا میکنن با دولت مطلوب. احساس میکند که ممکنه که مهم. کم کم به قول با. از آنها و به تعبیر ما انقلاب صورت بگیره لذا ایشان بلا فاصله تبعید میکند به زادگاهش از, از حرات به مزار, به مزار, شریف با. در بلخ این بار ایشان اونجا تبعید, تبعید میشه میشه. چون ایشان واقعا صحبت گیرایی داشته فکر و اندیشه بسیار عالی داشته روی مسائل حساس اجتماعی تکم کرده در مزار شریف اونجا با تعداد از برادران اهل سنت و تشیع تشکیلات را به نام تشکیلات اتحاد اسلامی عجب. یک تشکیلات و یک حزبی را حزب متشکل هم از ده. تشیع و هم تسنن از اهل سنت که خصوصا یکی از چهره های برجسته اهل سنت به نام خواجه محمد نعیم معروف بوده که با ایشان بعدا به کابل می آید و حتی جزء کسانی است که دستگیر می شود در هر صورت شیعه و سنی در کنار همدیگر اتحاد با هدایات و رهنمایی های شهید بلخی ایشان تشکیلات به نام اتحاد اسلامی را پایگزاری می کند در سال 1328 همراه خاجه محمد نعیم همون گونه که ارز کردم بدون اجازه دولت از مزار که تبعید شده بودن آره محل تبعید بوده از مزار به کابل کوچ می کند وقتی وارد کابل می شود تعداد زیادی از ایشان استقبال می کند خب اینجا دیگه چون در حرات جا باز کرده بود مطرح شده بود در مزار شریف در بلخ اونجا هم موقعیت بیشتری پیدا کرد وقت در کابل وقتی میآید اینجا دیگر موقعیت اجتماعیش خیلی بالا می لذا دولت اولین بار ایشان را دستگیر می کند با دوستان و همراهانش و اولین بار ایشان از زندانی میکنن بسیار عالی استاد محترم تشکر میکنیم از مطالب برزنده ای که پیرامون زندگی نامه و شیوه های مبارزاتی علامه شهید بلخی فرمودید و میریم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با پایان مطالب استاد محترم زندگی که نمبر نمبر ارتباطی را خدمت شما از آن اعلام میکنم نمبر مثبت 964 780 255 40 13 پل ارتباطی ما و شما عزیزان است در واتساپ میتونید شما سوالات و نظرات و پیشنهادات شما برای ما رای کنید همراه ما باشید <applause> اللهم صل على محمد و آل محمد حتی لا يبقى من صلاتك شيء و بارك على محمد و آل محمد حتى لا يبقى من البركات شيء و سلم محمد و آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء خب در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش پایانی برنامه امشب نگاهی به زندگی و مبارزات علامه شهید سید اسماعیل بلخی استاد محترم در خدمت بله همون گونه که ارز کردم ایشان در بلخ ولایت بلخ موقعیت اجتماعیش بالاتر می روید و تشکیلات به نام حزب اتحاد را به وجود می با تعداد از دوستانشان بدون اجازه دولت به کابل میآید. در کابل به این بهانه دولت که شما بدون اجازه از تبعیدگاه خود خارج شدید ایشان ایشان دستگیر می کند و یکی از شخصیت ها در اون زمان تقریبا دوران طبی چند سال طول کشید که بر آمدن از خیلی مدرد. طول نکشیده آه. که آلا عرض خدمت شما که در سال 1328 ایشان قیام مسلحانه را باز شروع میکنه که خیلی بله طول نکشیده بوده بوده. در مزار شاید بیش از یک سال نبوده در مزار اما تشکیلات را پایه گذاری کرده یکی از شخصیت ها در اون زمان که موقعیت در دولت داشته میر علی شعا که یکی از چهره های برجسته مردم تشیعی افغانستان در اون زمان بوده با وساطت ایشان ایشان از زندان شهید بلخی از زندان آزاد میشه این دور اول زندانی که شاید چند هفته بیش ام. طول نکشید اما بلخی و همفکران در صدد یک قیام مسلحانه بوده عجب. تا کنون قیام ارشادی بوده بیشتر, بیشتر تبلیغی بوده تبلیغی بوده اون تشکیلات مخفی تبدیل می شود به یک قیام مسلحانه و نظامی که نفوذ می کند در بین اردوی ملی افغانستان تعداد از جنرال ها و شخصیت های برجسته نظامی را با خود همراه می کند به حدی که ایشان و همراهان ایشان تصمیم می که قیام مسلحانه بکند دولت را با جنگ مسلحانه به زانو در بیاورد و قدرت را بگیرند <applause> نفوزی هایی که دولت در بین اینها داشته از ارتش بالاخره موقعی که اینها میخواه همون شب قیام را آغاز در بوده, برنامه؟ بله؟ در بوده در کابل بله در کابل بوده در کابل بودن بله عرض کردم که کابل آمدن این برنامه بعد از آزادی در کابل و بالاخره دست به قیام مسلحانه میزنه که در این قیام مسلحانه تعدادی دستگیر میشود یعنی قبل از که قیام آغاز شود آه. جنگ مسلحانه علیه دولت آغاز شود اینها دستگیر می شود شهید بلخی مدت 14 سال زندانی می شود و تعدادی از همراهان ایشان هم ایشان اعدام می شود آره بالاخره نفوزی های دولت در اینجا نقش عمده ای را بازی کرده شهید بلخی مدت 14 سال در زندان میماند که خب این خلاصه ای از مبارزات ایشان هست و الله خب میشه مفصل اینها را بس کرد در چنین برنامه بیش از این نمیشود توضیح داد درست. که خب معلوم میشود که یک شخصیتی که تصمیم بگیرد با هم فکرانش که قیام مسلحانه علیه دولت بکند پس یک جایگاهی ویژه یک تفکر و اندیشه خاصی باید بر اونها حاکم باشد شهید بلخی بعد از چهارده سال از زندان آزاد می شود باز موقعیتش بالاتر از قبل از زندان رفتن در بین مردم بین توده مردم دیگه جایگاه خاص پیدا میکنه تیز فکریشان هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ تجربه سیاسی اجتماعی ایشان تجربه بالایی را پیدا کرده است و چهارده سال در زندان مانده است از اونجا که بیرون می شود باز هم شروع میکند به تبلیغات جالب اینجاست که بعد از چهارده سال زندان شدن وقتی از زندان بیرون می شود ایشان دیگر محافظه کار بیرون نمی شود بلکه زبانش گویاتر صحبتهایش محکمتر و متینتر و معترستر بوده است لذا بعد از آزادی از زندان ایشان یک سفری را شروع میکند به مشهد مقدس ایران عراق سوریه که در عراق در همین سفر هست یعنی بعد از آزاد شدن از زندان البته سخنرانی‌های های اشان که در نجف اشرف در حضور مراجع و علمای نجف سخنرانی کرده اون سخنرانیش جالبه که هنوز موجود صدای هستش. ایشان موجوده که دوستان میتونن گوش بکنن در همون سفر ملاقاتی با امام خمینی دارد شهید بلخی ملاقات میکند و حتما آگاهی های بیشتری مبارزاتی که باید ادامه پیدا بکند به شکل دیگری برمیگردد به افغانستان در افغانستان هم در یک جا ساکن نمیشود گرچه که منزل در کابل است اما بیشتر در حرات، قندهار دوباره در بلخ و مزار شریف و این بار یک سفر دیگر را هم به هزارجات و بیسود ولایت بیسود و مناطق هزارنشین در اونجا سفر می کند که این آخرین سفرش هست یعنی آخرین سفر داخلی ایشان در هزارجات هست که اون سفر متاسفانه ایشان مریض می شود برمیگردد به کابل در کابل در اینجا چند روایت هست در شفاخانه علی آباد اون زمان ایشان بستری می, می شود از این فرصت دولت وقت استفاده ممیم. می کند و ایشان را به شکل مرموزانه به شهادت می که در بستوسه سرطان ایشان به شهادت می رسد و در 24 سرطان ایشان دفن خاک می شود که شاید برای اولین بار و آخرین بار باشد که یک چنین شخصیتی در افغانستان تشیع شود که همه اقوام و قبایل و همه مذاهب حتی سیک ها و هندوهای کابل در تشیع جنازه ایشان شرکت کردند که عکس از اون زمان جالبه که باقی مانده است در فضای مجازی الان این عکس ها دوستانی که از اون زمان این ها را داشتن الان در فضای مجازی پخ شده است و خیلی جالب است تشیع جنازه باشکو از همه اقوام حتی چپی های اون زمان حتی اونهایی که دای اون کمونیستی میکردن بقید. همه شرکت کردند دولتی ها شرکت کردند. همه شرکت کردن در تشیه جنازه ایشان و یک چهره مردمی یک چهره روحانی و یک چهره برجسته شیعی در تاریخ مبارزات مردم مسلمان افغانستان شهید بلخی است که برای هیچ کس مبارزات ایشان پوشیده نیست بسیار علی است متهم کمتر از سرق زمان داریم تا پایان برنامه خب بعد از شهادت ایشان تا به حالی که شاید پنجا و پنجمین سال اشاره فرموندین که هست در مورد مجموعه آثار ایشان کاری صورت گرفته کدام بنیاد کاری انجام داده یا یعنی نه هم دو کتابی بوده که یکیش نرسیده و یکیش مانده اون چاب نشده چاب نشده خدمت شما عرض بکنم نوارهای ایشان نوار سخنرانی ایشان زیاد هست در بین مردم این نوارهای سخنرانی پیاده شده در سالگردهای مختلف موقعی که تجلید شهید بلخی می شده احزاب و گروه ها این کتاب ها را به شکل کتاب در چاب چاپ کردند که الان هم در اختیار مردم قرار داره کاری که صورت گرفته یک کار عمده ای که صورت گرفته تقریبا تمام و یا بگیم بیشترین اشعار ایشان که اشعار واقعا انقلابی اشعاری است که بسیار زیبا از باب نمونه ایام محرم نزدیک است در دشت عراق آمد آن رهبر آزادی خب بیشتر از آزادی و اینطور مسائل صحبت میکند ایشان در اشعارش و سروده های ایشان کاملا انقلابی است و الانم که ما مطالعه بکنیم برای ما به اصطلاح تازگی دارد بله. کتاب های چاپ شده سالگرد های هم تجلیل های هم از ایشان صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران بیشتر احزاب و گروه های شیعی که در اون زمان حضور داشتند کنفرانس ها کنگره های برای شهید بلخی در دوران جهاد و مبارزه در خارج از افغانستان گرفته می شد که احزاب و گروه ها این فعالیت را انجام می دادن و در سالهای اخیر انقلاب خانواده شهید بلخی اینا هم دست به کار شدن و یک سری کارهای مثبتی در این زمینه انجام داده. بسیار عالی تشکر میکنم استاد محترم و همچنین از همه شما آنی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودین برنامه نگاهی به زندگی و مبارزات علامه شهید سید اسماعیل بلخی داشتیم با بیان کاشناس محترمان حجت الاسلام فصیحی غزنمی و فکر میکنم بد نباشه که پایان بخش برنامه اشاره کنیم به آیه شریفه ای که بسم الله الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون خداوند بیا مرزت همه بزرگانی را که در راه اسلام و درد دین داشتن و زحمت کشیدند و خونشان و فدا کردند تا دیدار بعدی همه شما از آن را به خداوند مهربان می سپاریم خدایا رو نگهدارتون